سلام. با گذشت هر روز افغانستان داره به تراژدی تلخ موج سوم کرونا نزدیکتر می شود. وزارت صحت می گوید در جریان یک هفته اخیر بیش از 1200 بیمار کرونایی تشخیص و 50 تن دیگر جان باختند. موج سوم کرونا راهش را از غرب افغانستان به شرق می پیماید. در حال حاضر ولایات ننگرهار، لغمان، قندهار، کابل، خوست، نیمروز و هرات با لشکر موج سوم این دشمن نامرئی دست و پنجه نرم می کنند. و اما چگونه موج سوم کرونا به افغانستان از راه رسید؟ اقدامات پیشگیرانی سکتور صحت چه بوده؟ سکتور صحت در چه وضع است؟ آیا افغانستان را از این موج گریزی است؟ وقایع سکتور صحت از بدترین سناریوی کرونا در افغانستان چیست؟ و در نهایت امر وزیر تازه به دوران رسیده چقدر کارخانگی هایش را انجام دادن؟ این پرسش و چند پرسش دیگر را آقای وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه پاسخ خواهند گفت. آقای وزیر خیلی ممنون از فرصتتان. تشکر. سلام بر شما و بر بیننده محترمتان و تشکر از واژه جالب تازه به دوران رسیده. خواهش میکنم. کردین. من 5-6 سالی است در نظام صحی هستم و تمام قدم های اداری را ما پیمودیم و به این موقف رسیدیم و انشاءالله تازه به دوران منظور انان وزارت تان از خوب از اینجا شروع میکنیم. اکنون شما سکتور شما میزبان موج سوم کرونا است. آیا ممکن بود از این میزبانی شما سرباز بزنیم؟ تشکر. ما باورم می بود و انشاءالله هست که پاندمی کرونا یک درس به تمام جامعه داد و ایست که وزارت صحت به تنهایی مالک و مسئول صحت نیست و صحت ملکیت یک سکتور مشخص نیست. بله. و میزبانیش هم متعلق به یک سکتور خاص نخواهد. متاسفانه جامعه ما میزبان عزیست و ما به عنوان یک از سکتورهای تخنیکی تلاش بری داریم که این میزبانی زیاد پایان بده نداشته باشه. به تایید صحبتهایی که در ابتدای مصاحبه داشتین، موج سوم در افغانستان شروع شده، از هفته ها قبل شروع شده و یک تفاوت روی کرده که ما در موج سوم مد نظر گرفتیم و این بود که تلاش بری کردیم که با توجه به این که موج اول و دوم در افغانستان واقع شد و تجربه های خوب و بعد در این دو موج ایجاد شد، سعی کردیم موج سوم بیشتر از اینکه با واهمه و وحشت و آمارهای دروغ و غیر واقعی ترس ایجاد کنیم، با مدیریت و با تدبیر و با اتکا به ظرفیت هایی که موجود است این را آرامتر مدیریت کنیم. ما فعلا تقریبا در هفته هفتم هستیم. و نیکبختانه سیر سعودیش تدریجی هست تا فعلا وضعیت را وزارت صحت عامه و مو تسهیلات سی تانسته کنترل کنه. سوالی که آیا میتونستیم از این جلوگیری کنیم یا نه، سوال خوب است، ولی در قرینه که افغانستان هست و در فرهنگ و جامعه که ما و شما داریم یک اندازه چالش برانگیز است. کاری که ما انجام دادیم و میتیم است که یک نکته که بسیار رویش همیشه تاکید میکنم که در کرونا به هیچ عنوان ممانعت و کنترل قطعی وقوع موج هدف نیست. هدف تدریجی کردن وقوع موج هست تا سیستم صحی و جامعه ظرفیت پاسخگویی داشته باشه. بسیار سپاسگزارم. خب اگر باب تعریف و باب مقایسه از موج سوم کرونا با دو موج قبل شما باز بکنید، موج سوم با چه ویژگی های افغانستان آمده و آیا کشنده تر از دو موج دیگر است؟ تفاوت های فاحشی بینش دیده میشه، هم از دید نقاط قوتی که در جامعه و در نظام سی وجود داره، هم از تفاوت های از دید ظرفیت و نوعیت تهدید. از دید قوت ما چند تا خوبی داریم نسبت به موج اول و دوم. تجربه بیشتر داریم، ترس و وحشت موجود نیست.
امو زیر ساخت های لازم را هم از دید اداری یعنی تجهیزات لازم ما هم سال هم را داریم هم پروتکل های لازم را داریم هم مراکز صحی مجهز و خوب را فعلا نسبت به موج اول و دوم داریم ثبات سیاسی را در نظام صحی در وزارت صحت عامه و هماهنگی بسیار خوب را در این موج داریم نیکبختانه و یک قسمت معافیت اجتماعی در برابر ویروس ایجاد شده آگاهی عامه به سطح بالا موجود است مشکلاتی که داریم بیخاری اجتماعی است و بی‌پروایی است که دیگه او حراس و او توجهی که در موج اول موجود بود که ماسک استفاده میکرد مردم کوشش میکرد که زیاد به تجمعات مراجعه نکنه او را نداریم متاسفانه و دیگه تهدید عید است درست. و در سال قبل هم ما این آسیب پذیری را داشتیم و بحث دیگه که است ایست که جامعه از دید اقتصادی و اجتماعی و روانی خسته هست و تا به قرنطینه دیگه نداره تا به بستن شهرها و مراکز نداره سکتورهای آموزشی ما به عین ترتیب عین گلایه را دارن و نوعیت تهدید تفاوت کرده یعنی ما در موج اول با آموسترین یا نوع ووهان که از چین منشأ گرفته بود مواجه بودیم حال او نوعیت هم هست درست شاخه انگلیسیش هم در افغانستان انتشار یافته و با وجودی که هنوز امکانات تشخیصش نداره ولی انکار کرده نمیتونیم که شاید نوع هندیش هم به افغانستان ورود کرده باشه اینا نمو تهدیدایی است که با او مواجه هستیم دیگه با وجود تمامی بحثا یک نکته کلان دیگه که باز به عنوان نقطه قوت مطرح است که ما واکسین داریم حالا و مقشار آسیب پذیر و طایفه آسیب پذیر تحت پوشش قرار گرفتن شما آقای وزیر تفاوت فاحش قائل شدین میان موج سوم کرونا و دو موجی که قبلا افغانستان تجربهش داشت بدترین سناریو از موج سوم کرونا بر افغانستان چیست؟ پیش بینی یک اندازه سخت هست. هیچ جای دنیا نتونسته که منحنی را به شکل درستش فقط در منطقه ما و شما در موج اول منحنی را که ریاست جمهوری افغانستان پیش بینی کرده بود مقرون با واقعیت ثابت شد. نوع هندی که فعلا در هندوستان انتشار یافته بود 20-30% واقعات متعلق به زوست هنوز زیاد شناخته شده نیست تحقیقات ادامه داره اگر تحقیقات اپیدمیولوژیک و میکروبیولوژیک ثابت بسازه که انتیبادی و یا مو ابزار سیستم دفاعی که در برابر نوع اول ایجاد شده در افغانستان در برابر نوع هندی ضعیف باشه انتشار بسیار وسیع در افغانستان واقع خواهد شد و این کلانترین ترین نگرانی ماست و در این صورت با توجه به اینکه ما عید پیش روی خود داریم نمازهای تراویح را داریم که انشاءالله قبول درگاه حق باشه و بیپروایی و بیخاری اجتماعی را که ما داریم اینا تمام و ناامنی را که ما در اکتداد مناطق کشور داریم اینا تمامش زمین ساز از این خواهد بود که باز بار بر سکتور صحت به حد بشه که نتانه او را مدیریت کنم من یک نکته را که در موج اول هم به تکرار میگفتم حالا باز میگم هر سکتور صحت یک ظرفیت داره یک محدودیت داره از او بیشتر شد شما درست به یک آشپزخانه میمونه به یک دیگ میمونه شما 20 20 نفر مهمان بیارین ما خوب نان میدیم ولی وقتی که یک دفعه 5000 نفر میارین خو عزت و آبرو به خانواده نمیمونه دیگه همه مهمونا گرسنه میره به این ترتیب سکتور و صحت خود ما و شما میشناسیم اما قبله و امید و اتکای توریسم سیاحتی در افغانستان هندوستان بود خب میبینین در هندوستان چی واقع شده ما و شما گوشی از واقعیت داریم سناریوی پاکستان رو ببینین سناریوی ایران رو ببینین سکتور صحتتون به هیچ عنوان به شما ادعا نمیکنه که هر چی واقع شد ما مدیریت میکنیم چیزی که ما براتون گفتم میتونه میسته که آنچه که در ظرفیت و محدودی امکانات موجود است او رو به شکل موثرش در خدمت مردم میمانیم کوشش میکنیم مردم قانع بسازیم با ما کمک کنن تا با رعایت اصول و تمهیدات بهداشتی ما ورود ویروس تدریجی بسازیم به حد باشه که ما جواب داده بتانیم درست شما اشاره کردین از سناریوهای بعد کشورهای منطقه از جمله هندوستان، پاکستان و ایران و شما خود مستحضر هستین که تردد از این کشورها و افغانستان به گونه قابل توجه هست. سکتور صحت چقدر ترصد بر مرزهای افغانستان و ترددی که میان افغانستان و این کشورها میشه داره؟ در مرزهای هوایی، در میادین هوایی 100% ترصد داره.
یعنی دیگه هیچ افغان بدون PCR بیرون شده نمیتونه، تست PCR هیچ مسافری، اینو برتان قطعی میگم، هیچ مسافری بدون تست PCR به افغانستان آمده نمیتونه، مخصوصا از آدرسایی که مثل هندوستان است. هم سالا در مرزهای زمینی ضمن نزدیک ما ترصد داره، مشکل هم داره. ما تیمای ما فعال موجود است و صورت مدام سکرینینگ میکنه، ولی چیزی که صادقانه براتون بگم، سکرینینگی که انجام میشه ای ترمینولیشن که ما مد نظر داریم، این 100% جلوگیری کرده نمیتونه. شما در مرز سپین بولدک 50 تا 60 هزار نفر در یک روز داریم که تردد میکنن. هیچ جای دنیا مثال مشابه ندارین که ما شما بر ما مثال بدین که در فلان کشور ایر کنترل میکنه، شما نمیتونید. پس شما آلترناتیو ندارید. در مرز ایران به این ترتیب و در مرز نیمروز به این ترتیب میزان تردد بسیار بالاست و یک تهدید مواجه میسازه. مسدود کردن مرز به عنوان یک گزینه که زیاد عملی باشه ممکن نیست. به عوضش کاری که ما در این مرحله میکنیم است که ما در ویروس کرونا یک نمو فلسفی بسیار دقیق موجود است، است که 80% مردم که مصاب میشن اینا نیاز به مراقبت شفاخانه ای ندارن و کلانترین طایفه تشکیل میتن. تلاش ما بر است که ما با استفاده از سمو آگاهی عامه که موجود است و حال روی یک رهنمود درمان اجتماعی خانوادگی کار میکنیم و ان شاء الله در 2 تا 3 روز خلاص میشه. این نشر میکنید تا مردم در خانه بتونن مریض خود را تداعی کنن. ما اگر اجازه بدین یک نکته دیگر هم شاملش بسازم، مراقبت های خانوادگی خانگی مبحث دیگه است مد نظر، یعنی یه طیف 80% اول تمرکز میکنیم، 50% به شفاخانه میایه، اینا کسایی است که با اکسیژن تراپی و ادویه ابتدایی میتونیم اونا رو کمک کنیم. درست. در این قسمت زیر ساخت های بسیار خوب ایجاد کردیم و بحث ICU 5% دیگه که میره اونجا، در اونجا هم امو ظرفیت های منابع انسانی لازم را چیزی که در افغانستان ممکن است رو ایجاد کردیم. با این 3 نسخه تلاش داریم که ما مردمی که در شفاخانه مراجعه میکنن و در خانه هستن هر دور تحت پوشش قرار درست دارست. چون در باب موج سوم کرونا در اول راه هستیم و شما کمیته اضطراری هم تشکیل دادین در رابطه با مهار این موج کرونا، تدابیر وقایوی و محدودیت ها را هم قرار است وزارت صحت وضع کنه. قبلا در صحبتهایتان از قرنطین صحبت کردین، آیا در صورت کار از کار بگذرد وزارت صحت اقدام به قرنطین خواهد کرد یا قبلا؟ یک نکته رو که تاکید بکنم که پیشترم یاد کردم، ما در موج سوم هر در کل در تمام امواج وزارت صحت وقتی که یک پیام رو نشر میکنه، یک کلمه رو میگه، باید تمام بار مسئولیتش حس کنه بعد از او بگه. ما در موج سوم باور ما بر این بود و شناخت ما این است که مردم به حد کافی از موج دو اول و دوم تنها در بعد سینی، در بعد اقتصادی، اجتماعی، روانی، آموزشی آسیب دیدن. موج سوم را ما تازه آغاز نشده، از هفته شما با موج سوم دارین مصلحتی برخورد میکنید. از هفته 11 شروع شده ولی ما سیر انتشار را میبینیم که نیکبختانه با لطف خداوند ما به تلاش پرسنل سیمو بسیار تدریجی است، یعنی ما از 20 واقع شروع کردیم در روز، حالا به 200 واقع رسیدیم. این حال منطق عمل کرده ما وابسته به مشیوی انتشار ویروس هست. حالا ما در هفته 7 هستیم، امیدوار هستیم که موج وقت که حالا ما مقایسه میکنیم شابه موج دوم میبینیم همین منحنی را. خب یک تصور ما است که امیدوار هستیم ما به زیاد بالا نره آمار، تلاش ما بریست، ما بسیار سکرینینگ خود سرویلنس خود آقای وزیر فراتر از امیدواری شما، چون سکتور صحت ما صحبتی که میکنیم بر مبنای یافته ها و شواهد سیرولوژیک خود و اپیدمیولوژیک خود میکنیم. ما منحنی را هر روز 3 مرتبه اما با تیم سرویلنس خود دریافت میکنیم، با تیم سرویلنس خود برخورد میکنیم. خب ما به برداشت شما احترام دارم، ما با تیم سرویلنس خود آمار روز 3 مرتبه چک میکنیم. درست. و ما آمار دیده تصمیم میگیریم. ما به هر سناریوی آمادگی داریم. پلان موج سوم ما را اگر شما ببینید که ما با ریاست جمهوری، با افغانهای متخصص خارج از کشور، با نهادهای بین المللی شریک ساختیم، در صورتی که آنچنان که شما ذکر کردیم کار از کار خدای نکرده بگذرد و ما متوجه شیم که سیستم صحی بارش بیش از توانش میشه، هر اقدام ممکن را به شمول ای که ما محدودیت بر رفت آمد، محدودیت بر آموزش ایجاد کنیم، در مشوره با رهبری دولت و شورای امنیت ملی انجام خواهد دادیم. یک نکته رو متوجه باشم، بعض وقتا مردم در فیسبوک از ما سوال میکنن یا در رسانه ها، صحت دیگه مبحث محض صحت آمن نیست، یک مبحث امنیت ملی است. تصمیم هایی که ما میگیریم امنیت ملی افغانستان را یا تقویه میکنه یا تهدید میکنه و نیاز است که در سطح کلانتر تصمیم بگیریم. شما در صحبت هایاتی میاییم آقای وزیر، های
واکسن که تطبیق میشه این روزها در افغانستان همان واکسن آسترازنکا. آسترازنکا است، درست؟ دقیق. بله. صحبت های وجود داره که این واکسن آسترازنکا باعث میشه که خون یک مقدار دچار اشکالات شود. ارزیابی شما در این خصوص چرا نشان میده؟ ما پیشتر براتون ذکر کردم که بحث پاندمی مبحث امنیت ملی است. کوچکترین تحلیل، توصیف و ابراز نظر غیر مسلکی خیانت به امنیت ملی افغانستان. اما مستقایی را داریم. خیانت به امنیت ملی افغانستان است. ما بسیار واضح میگم و امنیت مردم هم است. ما به شایعات فیسبوکی نباید تمرکز کنیم. بریم شما مرکز کنترل امراض ساری امریکا را ببینین، شواهدش، سازمان سی جهان را ببینین، صحت خودتان که واکسین کردین ببینین، صحت منی که واکسین کردم ببینیم. شواهدی که ما در افغانستان داریم، در سطح بین المللی داریم، نشان میده و کوواکس که واکسین توزیع میکنه، ما ضمن از اینکه ما حرمت میگذارم به متشویشی که موجود است، به عنوان یک دکتر، به عنوان مسئول سکتور صحت عمومی افغانستان براتون میگم که ما به هیچ عنوان نمیخوایم که ما در بیماری اگر ما تن خود شریک باشم. مسئولیت و رسالت ما است که ما در شفای هم تن خود شریک باشیم. ما یگانه کشور هستیم که به دلیل اینمی سوی زنای اجتماعی که موجود بود و آسترازنکا را وقتی به افغانستان آمد تا زمانی که تایید سازمان سی جهان نگرفتیم تطبیق نکردیم. اما آقای دکتر این سنگ تهمان را نه تنها به سینه شما یک نکته را سعی کنین اینمی شایعات کاذب، اینمی شایعات کاذب و بی مبنا سبب میشه که ما یک مقدار محروم میشیم. ما اینمی 4 لک دوز واکسن چینایی بر ما اهدا شده، ما به خاطر از اینمی رو تطبیقش نمیتونم بکنم، وارد نکردیم هنوز، به خاطر که با صبح اگر یک نفر از ریزشم یک شب تب کرد باز برای ما میگن که شما تاییدی سازمان سی جهان نداشت، در حالی که معتبرترین اقتصادهای جهان واکسین چینایی را که هنوز تاییدی سازمان سی جهان نداره تطبیق میکنه. امارات همیل تطبیق میکنه، همیل کشورهای آسیای میانه تطبیق میکنه، خود چین تطبیق میکنه، کشور پاکستان تطبیق میکنه، همکارای ما سازمان سی جهان خودشون یک دو هفته پیش دمیش سوالون بودن که ما او را دریافت کردیم، معطل نشدیم. واکسینی که فعلا تطبیق میشه واکسین مسئول است، تایید سازمان سی جهان نداره، یک اقصا نقاط جهان تطبیق میشه. ای کاش از این میلیون ها دوز دیگه می داشتیم که مردم خود ما ازی کرده مسئول تر می ساختیم. درست. صحبت های وجود داشت که در عرصه با پیشگیری و سیر سعودی نوج سوم کرونا، سکتور سطح افغانستان با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد. می خواهیم از شما بدانم که استاک شما در چه وضعیت هست؟ چقدر آمادگی هایی دارین؟ و اگر به عنوان کارخانگی و هم درس هایی که میش از دو موج قبلی شما داشته باشین به نقطه قوت هایتان بیفزاین، این چیز هایی هست؟ نکته بسیار مهمی رو شما روش بحث کردین. اکسیژن در افغانستان نه در تو تمام دنیا، مخصوصا منطقه به محدودیتش کم بودش یک چالش کلان هست. بله. همین الان هندم تمام داد و فریاد به خاطر اکسیژن هست. ما ظرفیت اکسیژن نسبت به موج اول و دوم بیشتر شده. هم در سکتور خصوصی تولیدش بیشتر شده، هم در یک تعداد شفاخانه های ما دستگاه ما خراب بود فعال ساختیم. بله. در یک تعداد شفاخانه ما دستگاه نو نصب کردیم، اما به او ایدئال نرسیدیم. ما در کشور به نام افغانستان زندگی میکنیم، منابع از دولت افغانستان نیست. بانک جهانی، بانک انکشاف سیاسی و اتحادیه اروپا بر ما پول داد، اما پول به ما نمیده. پول به WHO داده، پول به یونیسف داده، پول به مؤسسات تطبیق کننده داده. اینا به اساس تعهد کرده بودن در ماه حمل قرار بود دستگاه را در 34 ولایت نصب کنن، ولی به دلیل محدودیت تولید در سطح منطقه اینا نتونستن این مسئولیت خود در یک ولایت ادا کنن. حال ما به خاطر جبران مشکل، مقام علی رئیس جمهوری سعی کرده بر ما 3 تا 5 دستگاه را از امارات گرفته، از استرالیا و چند کشور دیگه اینا از امارات رسیده ای را نصب میکنیم. در پهلویش ما دستگاهایی که داشتیم و فعال نبود اینا رو فعال ساختیم. حدود 3000 دستگاه کوچک تولید کننده اکسیژن که در کنار بستر مریض نصب میشه از اونها آماده ساختیم و در نشست که تا امروز داشتیم تلاش بری داریم که تا یک هفته آینده 3 تا 5000 بالون اکسیژن رزرو ایجاد کنیم. درست. در شفاخانه های خود که در صورتی که خدا نکرده ما محدودیت 1 ساعت و 2 ساعت مواجه میشیم دیگه چالش موج اول را سر دوچار نباشیم. درست. شما در یکی از صحبت‌هایتان گفتین، ما نقل به مضمون میکنم، گفتین که تصمیم سکتور صحت یک مبحث امنیت ملی است و هیچگاه ما نمیخواهیم تصمیم عجولانه که به خاطر شهرت فرد و فیسبوکی شدن موضوع باشد اقتصاد و صحت مردم افغانستان را به خطر بیاندازد
اقدام نمی کنیم. می خواهیم از شما بدانم در گذشته کیها از آدرس کرونا به شهرت رسیدند؟ خب ما دنبال ملامت کردن افراد نیستم، ولی اما به دنبال واقع‌گویی ممکن باشه. حداقل ما در موج اول دوم وزارت صد بسیار آسیب دید، بسیار. ما نمی خواهیم که این سریال ادامه بیابه. ولی بر ما کار آسان بود، کار آسان بود. ما می آمدم سه تا پرس کانفرانس می گرفتم، داد فریاد بلند می کردم که موج سیوم شروع شده. روز هفته اول 5000 واقع خواد بود، هفته دوم 20000 واقع خواد بود. آهای مردم شهر در می گیره، آهای مارکت ها بسته خواد شد، مکاتب ها بسته کنین و اکس ها و ویدیو های من دیگه در فیسبوک ها دست به دست می شد. ولی ما به عوض از او تمام تاکیدم، چشم ما از صبح تا شام موبایل ما را اگه ببینین شما دامدار، ما آمار می بینم، شواهد می بینم، تنها در افغانستان هم نمی بینم، در منطقه را می بینم. یک، تنها آمار واقعات مثبت نمی بینم، ما آمار مراجعه به بیمارستان ها را می بینم، تنها او را من نمی بینم، ما میزان مصرف دوا را در مارکت هم می بینم. یعنی چندین شاخصی را که مرا کمک میکنه که بفهمم که واقعا در افغانستان چی میگذره. مثلا ما براتون میگم، امروز صبح ما جلسه داشتیم، ما در 3 روز گذشته تعداد آمار ثابت داریم یا کم میشه، ولی به هیچ عنوان ما ایره فریب زیر نمیخورم. ما در جامعه زندگی میکنیم که فرهنگ ما حکم میکنه هرچی به عید نزدیک میشیم بیشتر به مراسم دینی و فرهنگی خود برسیم. مریض آمدیم سر خودتا مندازه، میگم خیر. ما امروز پیامی که به 34 ولایت داشتیم است که به هیچ عنوان غافل نشیم. اینی سر ما را بازی میتگرش دقت نکنیم. این فقط عید است و به چهارم عید ما یک سرج بسیار بلند ها داشت. آقای وزیر، شما از سریال دو موج قبلی اشاره کردین، در اون سریال شما هم از بازیگران سریال بودین و به قربانی هم خواهم پرداخت. یک مقدار وضاحت بتین چیگونه سریال بود؟ آیا این سریال داشت با زندگی مردم بازی میکرد و سوژه سریال مرگ مردم افغانستان بود؟ نه، پندمی یک مبحث نو بود در افغانستان. درست. ما به دلایل مختلف جامعه شناختی و روانشناختی که نیاز به بحث در اینجا نیست، در جامعه مثل افغانستان علاقه بر ایست که به نیمه خالی گیلاس و نیمه تاریک نه تابلو بیشتر نگاه بشه، منفی بافی ها زیاد بود و در پهلویش چون مردم در قرنطین بود، او وقت نه گفتگوهای صلح جریان داشت، نه تفاهمنامه بود، نه مباحث اقتصادی بود. یگانه سوژه که مورد بحث بود سوژه کرونا بود. و درد دیگه که در جامعه جان سومی و زو آسیب میبینه آدم است که همه مردم کارشناس همه امور هستند و شاید ما زیادترین کارشناس امور کرونا را در افغانستان داشته باشیم و هر دوستی از هر زاویه که بخواد ابراز نظر میکنه. درست. یک مبحث، مبحث دیگه است که در درون سکتور صحت عامه هم امو بلند و پایینی های سیاسی که واقع شد، این هم سبب شد که یک اندازه شکاف بیشتر کنه و از درون بر درون حمله شد، مباحث مطرح شد. ما براتون حداقل به دفاع خود نمی پردازم، ولی رسانه ها و مردم ما شاهد از این بحث است و بازی با سکتور، با نام سکتور صحت شد. ما چیزی که رنج میبرم و ما اگر فهمیدم پیامان ما در فیسبوک هم نه اشراف بر این موضوع نداشت، رهبری دولت کنترل کرد. اگر نمی کرد وزارت صحت عامه‌تون حال در موقف نمی بود که پاندمی موج سوم با آرامی مدیریت کنه. آقای وزیر، من براتون یک نکته میگم که اگر گذشته از اینکه من مامور دولت هستم، اگر رئیس جمهور رهبری را به دست نمی گرفت، سکتور صحتتان امروز پاشیده ترین سکتور می بود. امروز موجوده که ما هیچ وقت بر یافته های خود تمرکز نکردیم، همیشه بر نداشته های خود مرسی خانی میکنیم. سکتور صحت نمیال انواع ویروس تشخیص میده در افغانستان، منطقه میسوزه، بارامی ما با تدبیر مدیریت میکنیم. بله. با محدودیت امکانات، با وجود که تمام سکتورتان زیر بار استعلام های چارنوالی هست، تا بالا میت شواهد برای اتهامشان هنوز خوشبختانه پیدا نشده، با وجود از هم در میدان عمل در شفاخانه هایتان هست. درست. یک شفاخانه و یک مرکز سی ما در موج اول دوم سوم خالی نمانده، اینا نقطه های قوت است. درست. و ما از ریاست جمهوری به خاطر از این ممنون هستم، ما را کمک کرد بسیار. آقای وزیر، دقیقا 9 ماه قبل اداره بازرس شما را به اتهام اختلاس در بودجه کرونا و دادستانی معرفی کرد. در اون زمان شما گفتین که قربانی سیاسی شدین. ما میخواییم بدانم شمای قربانی سیاسی چگونه به وزارت رسیده؟ یکی خو ما به خیالم تا نام کرونا باشه نام ما است انشالله، و تا نام این بازرس هم باشه نام ما خواهد بود، بخاطر تا هنوز هم یاد میشه. نکته دوم، ما دخل از جورنالیست های محترم خواهش میست که
روی واژه‌ها دقت داشته باشن. در او گزارش ما به اختلاس متهم نشدیم، شما هم گزارش بخوانین. چهار تا عمل امام مدرسه، به خاطر ما معین مالیداری نبودم، ما وزیر نبودم وقت، ما در صلاحیت مالی نداشتم. در چرا دوسیه شما به سارنوالی چهار اتهام مطرح شده بود. چهار اتهام مطرح شده بود. یکی بود که به شفاخانه شهیدایی هرات رفتیم، استاک دوایش به هم ریز بود، فارماسیست دوا را پیدا کردن نمیتونست و این خود ضعف معین ارزی خدمات سیر نشان میده. دومش این بود که کیفیت غذایی که از کانتیننتال قرارداد شده در شفاخانه افغان ژاپن خوب نیست و ما قرارداد کننده نیستم و معین ارزی خدمات بودم در وقت. سومش این بود بالونای اکسیژن که به شفاخانه افغان ژاپن آورده میشه باید 42 لیتر داشته باشه، 42 لیتر ندارد. درست. چهارمش این بود که در شفاخانه افغان ژاپن جنا از 8 ونتیلیتر 4 تاش استفاده میشد، خودش نشان میده که او نرسا یاد نداره. شما در زمان گفته بودین که سکتور صحت در منجلاب گیر مانده و بر علیه شما عقده گشایی های صورت گرفته، از سوی کی؟ اولا که می رفتن به گذشته که صاف شده، خب چه سود به مدیریت امروز موج سوم میکنه؟ اما مردم از عقب عینک که مردم شما مردم قضاوت خود میکنه. مردم قضاوت خود در شما که دوسیه دارین چگونه بر بالای شما اعتماد مردم قضاوت خود انجام داده، ادارات عدلی و قضایی قضاوت خود انجام داده در مورد ما و در مورد سکتور صحت عام افغانستان. من اون وقتم ذکر کردم که بیشتر مردم بسیار با ادب و نزاکت رعایت کردم که مفت خیزای سیاسی که در درون نظام سیاسی افغانستان واقع شد این زمین اساس ازی شد که نظام سیاسی بسیار آسیب پذیر شد و ما بازم تکرار میکنم مردم قضاوت خود انجام داد. رسانه اجتماعی یک بستر بسیار خوب است برای تحلیل. ادارات عدلی قضایی را محترم گذاشتم، اونا هم تحلیل خود انجام دادن و جلالت ما رئیس جمهور میشناسیم که در اون موارد یک سر سوزن انعطاف نداره. درست. اونا هم ارزیابی خود انجام دادن. با اینکه از بودجه که بعد دو موج قبلی کرونا اختصاص یافته بود مردم ابراز نگرانی دارن و شفافیت تا جای کار مد نظر نبوده، در موج سوم کرونا آیا این نگرانی کماکان پا برجاست که از درک کرونا افراد به ثروت برسن؟ یک خو در موج اول، دوم یا سوم، در هر موج اگر فساد واقع میشه و هیچ عنوان نی از دید اخلاقی نی از دید اداری من این حق به خود میتم و نی از مدارم که از دفاع بکنیم، گیریم ما باشم یا هر کس دیگه باشم، مخصوصا در وقت پاندمی دیگه از اینکه کثافت اخلاقی ورزشی بیشتر ممکن نیست که یک انسان به پول چشم دوخته باشه. در موج سوم، در موج سوم ما فساد ده هیچ جای آدم رد کرده نمیتونه. افغانستان حتی در سکتوری که فرند در سکتور صحت یک تافتی جدا بافته نیست، جزی از یک نظام اجتماعی و سیاسی است که متاسفانه از فساد رنج میبره و ما 100% این را رد کرده نمیتونم. میان در سکتور صحت ما فساد ممکن است واقعی بشه و دلیلی که ما این ریفورم شروع کردیم، پروسه را میخوایم دیجیتالایز کنیم، اصلاحات ساختاری ایجاد میکنیم، ایست که سعی میکنیم و باور بیداریم که این تغییرات یک قسمتی از فساد کم میکنه. ولی اگه به این ادعا کنم که ما سکتور صحت فساد نیست، یک ادعای مست دروغ است. اگر اجازه اطمینان اینا بس شما موج سوم چقدر ریسک بفهم. موجود است، چقدر خطر موجود است. در موج سوم تفاوت فاحش بین موج اول سوم موجود است. پول کرونا در اختیار من نیست، نیکبختانه، یعنی هیچ بودجه به نام کرونا من ندارم. هیچ تدارکات را ما از طریق وزارت صحت عامه بر اساس طرز العمل دور اول انجام نمیتیم و خواهش ما از جلالت مآب رئیس جمهور می بود که تمام تدارکات اداره ملی تدارکات انجام بده. شفافیت هم از طریق رعایت میشه. پروسه استخدام فعلا ما مدیریت نمی کنیم، مسائل تطبیق کننده مدیریت میکنه. یعنی او آسیب پذیری یک در موج اول موجود بود که ما کس را متهم نمی کنم. در اون شرایط پاندمی شما می بودین، هم دیگه راهی نداشتین جز از اینکه از اون طرز العمل استفاده کنین و او وقت گفتم سکتور صحت ناخواسته آسیب پذیر شد. در بودجه ولایتی ما رئیس بودجه نبودیم. رئیس صحت هم بسیار مخلص بفرمایین، آیا زنجیره حلقه خبیثی که فعلا قبلا در سکتور صحت وجود داشت حالا سوگلیده امتداد داره یا کماکان پاور جوست؟ من نمیفهمم واژه از کجا میکنین. جن زنجیره حلقه خبیثی که در سکتور صحت، شما گفتین که ما نقل به مضمون میکنم که سکتور صحت در منجلاب گیر مانده. این منجلاب چیگونه منجلاب؟ این منجلاب گیر مانده تا ای که اگه حلقه خبیثی فساد موجود است، یک انداز تفاوت است. ما پس بر صورتش
در سکتور صحت از منجلاب منجلاب دارین آقای وزیر؟ اونجا منجلاب سیاسی بود، یک اختلاف سیاسی در موج دوم. اما پولهای گزاف بیغ ما برده شد. ما چون در بخش مالی کار نمی کردم، جزئیاتش نمیتونم برتان را کنم. مسئولیت ما در فیسبوک هم نشته که دادم. اصلا حداقل رد هم نکنین، انتظاری نست. ما خب برتان به تکرار میگم که رد کردن موجودیت فساد در نظام بل. اجتماعی و اداری افغانستان اگر ما 100% رد کنیم یک دروغ محض است. مشکل وجود داره. تلاش بری هست. تلاش بری است. تلاش بری است که کوشش کنیم که بعد داخل ممکن برسه. درست. آسیب پذیری ده. درست. یک موضوع. بله. مبحث دیگه است که در موج دوم، در دور دوم، تفاوت دیدگاه ها که متاسفانه اما اجندای سیاسی هم در قبالش بود، اونو سبب شده بود که من مبحث خدمتان عرض کنم و خودتانم در جریان جزئیاتشان بیشتر هست. درست. به عنوان فرجامین پرسش، راه نجات ما از موج سوم کرونا چی است؟ همکاری و توجه جدی مردم، پایداری و تدبیر و عمل مبتنی بر شواهد سکتور صحت‌عامه افغانستان و در کنارش لطف خداوند. ما باورم است که در موج اول و دوم هم یک قسمتی از کار ما انجام دادیم و یک قسمت کلان کار خدا انجام داد. درست. هیچ منطق اپیدمیولوژی که خلاف زیر نمیتونه ثابت کنه. و باشم که من فرجامین پیام خود را هم بگم. میرپان. از مردم توقع دارم که به سکتور صحت خود اعتماد کنن و مو اهتمامات ساده و ارزان وقایوی را رعایت کنن تا ما آسیب پذیری مردم و نظام کمتر بسازیم، چون پولی که بر کرونا مصرف میشه در صورتی که بر کرونا مصرف نشه اون رو ما با عملیات خانه مصرف خواهد کرد. و نکته آخرم ضمن از اینکه برای تمام شما عید خوش میخوایم، من نفهمیدم که منظور از این مصاحبه امروز بس شیوه مدیریت موج سوم است یا ای که اتهامی که در موج اول بر ما وارد شده بود. در صورتش قضاوت به بیننده محترم آقای دکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، هم بسیار سپاسگزارم. تشکر از شما.